Leco. ندارم اختیار گریه امشب، بدر می گویم ای دیوار بشنم. برنامه ساعت با استاد امان اشک ریز، با امید دیدارتن جمع ما جمع باشه و دلکای ما بیغم. سلام و صد سلام بیننده های بسیار عزیز و گرامی. خوشبخت هستم که باز امروز چهارشنبه 12 جولای است و 21 ماه سرطان. شما در بگراند آواز بزرگ، آواز بلند، آواز بابا، آواز کوه موسیقی را در بگراند آرام آرام میشنوید. بله دوستان بسیار عزیز و گرامی، خوشبخت هستم که باز امروز نوبت برنامه ما و دکتر صد غوث زلمه از تورنتو کانادا هست و امروز مهمان عزیز و گرامی دیگر هم داریم انشالله که افتخار نشستشان داریم و سپاس فراوان میکنیم از آقای جبارخیل مسئول تلویزیون بهار که امیر لحظه از برنامه بسیار وزین و خوبه تیموشا جان حسن که لایف 2 ساعت برنامه داشتن با جناب استاد بزرگوار استاد جلال. یک برنامه لایف تمام شد و برنامه دوم خود لایف از استدیوی مرکزی از کالیفرنیا از لاس انجلس ما به دست نشر میسپار. وعده کرده بودیم و به وعده خود انشالله که وفا کرده. از کجا آغاز کنم بیننده های عزیز؟ از مقام اصلی ما گوشه خرابات است. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش اجر دهد هر کی این عمارت کرد. خداش اجر دهد هر کی این عمارت کرد. سخن از کوچه، سخن از کوچه خرابات. بله در افغانستان در کابل زیبا که حد بندی ها همش در کوچه بود، کوچه ها بسیار بسیار برای مردم دوست داشتنی بودن و در کابل زیبا کوچه خیابان می گفتن، کوچه مرادخانی، کوچه باقلی مردان، کوچه بارانه، کوچه دکاخانه، کوچه عاشقان و عارفان، کوچه شوربازار، کوچه هندوگذر، کوچه ده افغانان، کوچه خوابگاه و کوچه خرابات. معروفترین کوچه کوچه خرابات بود که نمیدانم که خرابات را چه بنیاد است، نمیدانم که خرابات را چه بنیاد است که اهل خانه خراب است و خانه آباد است. تمنا بکنم از جناب جبارخیل صاحب که یک فتوح جناب استاد محمد حسین سراهنگ اگر بگذارن روی صفحه با ما، که عرض بکنم برای بیننده های بسیار عزیز و گرامی خود که بله بیننده های بسیار عزیز و گرامی ما، خانه در خوجه خردک خرابات نور دوباره دید. استاد غلام حسین صاحب
فرزند برومند شد. از آن روز تا این روز 100 سال می گذرد. بله دوستان عزیز، این سال مصادف است با 100 سالگی روز تولد استاد محمد حسین سراهنگ. استاد بزرگ استاد محمد حسین سراهنگ در سال 1302 هجری در خواجه خردک خرابات به دنیا آمد. وقت بر محاسبه میشینیم 1302 چشم به دنیا گشود و اکنون 1402 هست، یعنی این سال 100 سالگی تولد بابای موسیقی و کوه موسیقی است. امروز همونطور که وعده کرده بودیم من و دکتر صاحب غوث زلمی با شما، انشالله که پیاپی استدیوی مرکزی تصاویر از استاد گرانقدر میگذارن و باید بگویم که اول دکتر صاحب غوث زلمی اگر از تورنتو کانادا استدیوی مرکزی ما آقای جبرخیل با ما وصل کنن. بله سلام دکتر صاحب عزیز و گرامی، در قدم نخواست از خدمت شما آقای جبرخیل و مهمان بسیار نازنین داریم که با وجود مسئولیت هایی که داشتن و خدا نکنه به گفته خودشون ناخوش بودن کمک حاضر شدن که بنده برنامه با ما وصل شوند. امیدجان نیکزاد بسیار لطف کردن، وسایل تکنیکی را در اختیار استاد ماندن. ما دیگه امو رقمی که شما گفتین اگر استاد بزرگ زنده می بودن امروز 100 ساله بودن، جوان 100 ساله. یک معذرت می خواهیم که من نگفتم، بلکه دقیق براتون عرض می کنم که استاد در سال 1302 به دنیا آمده و فعلا 1402 هست، یعنی 100 سالگی است. بله وای مقسم، و اگر زیاد مقاله خانی نشب، کوچه خرابات گفتین در آخر کوچه هایی که نام بردین. بله. کوچه خرابات وقتی که آدم میگذشت صداهای به گوش میامد. این صداها در باروری موسیقی اصیل و بومی و معتبر ما نقش بسیار برازنده داشت و داره. بله. داره به این مانا، خب حالا که چند روزی هست که موسیقی را به حساب حرام و منع کردن یک طرف قضیه است، اما این کوچه در قسمت موسیقی اصیل ما بسیار کارهای ارزنده کردن که نباید فراموش بکنیم اهل خرابات هست، بخصوص غیر از اینکه شوقی های ما یا جوان ها کار کردن که مسئله کاملا جدا است. ما یاد میکنیم از استاد بزرگ، من مخصوصا خودم در مورد خود بگویم که فکر میکنم حدود 50 سال میشه، نیم قرن که خود استاد اگر زنده می بودن یک قرن زندگی داشتن، اگر زنده می بودن کاش می بودن، تقریبا نیم قرن است که من با استاد آشنایی دارم و او وقت الطاف جان دیگه به اصطلاح یخ واره بچه بودن، مقبولترین بچه، یکی از مقبولترین بچه های کوچه خرابات و شهر کابل الطاف جان بودن و خود استاد خدا چی یک زیبایی و قد و اندام خدا داده بود. اینال میاییم الطاف جان هم میاریم دروی پرده، من از خاطرات خود گپ میزنم، الطاف جان از خاطرات استاد در داخل و خارج و این خاطراتی که کمتر گفته شده یا هیچ گفته نشده در مورد استاد. هر چی بگیم استاد بزرگ، کوه بلند موسیقی، شعر موسیقی، این چیزای القاب است که هنوزم کمی میکنه برای استاد بزرگ. باز هم ولو اندک تانسته باشیم سهم گرفته باشیم در بزرگ داشت از استاد بزرگ. پس از آقای جبارخیل خواهش میکنم که استاد بزرگ دیگه ما را الطاف جان روی پرده بیارن تا با هم یک جای یالا خیر کرده برنامه را پیش ببریم. استاد بسیار خوش آمدید. تشکر. سلام علیکم. سلام سلام به حضور الطاف عزیز. سلام مرا بپذیر. بعد مدت ها شما را دیدم بسیار خوش شدم. جناب استاد اشکری صاحب شما خوب اگر هنر هنرتان محبتتان شخصیتان به همه مردم افغانستان و ایداز ما همه مردم شما را دوست دارن و جناب دکتر صاحب غوث زلمی
هم چیزایی که لطف کردن گفتن که بسیار یک چیز طولانی دارن، یک رشته طولانی با استاد صاحب، با فامیل ما، با ما. تشکر از امید جان. نجات میخوایم که کمک کامره را بالا ببرن که پیشانی استاد معلوم تا پیشانی بیخ سعی. تشکر امید جان، ناامید نشیم الهی. بسیار خوب شد. الطاف جان که تصویر شما را بسیار خوب شکر میبینم. برای بینده های عزیز خود با تشریف آوردن شما با تصویرتان لایف مستقیم به تلویزیون بهار خیر مقدم میگم. آمدنتان به این برنامه همونطور که دکتر صبغ غوث زلمه گفتن شما را خوش آمدید میگم. اجازه بدین که برای بیننده های خود باز یک بار عرض بکنم که دوستای عزیز این سال 100 سالگی روز تولد استاد بزرگ است. به سال 1302 به خوجه خردک خرابات چشم به دنیا گشودن استاد غلام حسین چشمش روشن شد و خبر تولد محمد حسین به شاه امان الله غازی رسید توسط استاد قاسم افغان و امان الله شاه به استاد غلام حسین گفت که خداوند پسر پربار و بر نصیبت کرده مبارک باشد. اکنون که سال 1402 هست، صدومین سال روز تولد استاد است و استاد گرامی ما وقت نزد پدر زانو میزنه و به موسیقی رجوع میافه، استاد غلام حسین میبینه که استعداد نهایت نهایت بالا و بلند در وجود محمد حسین میبینه. فرزند دلبند خود به هندوستان میفرسته نزد عاشق علی خان میره و 16 سال مکمل استاد تحصیل میکنه در هند. در سال 1329 یعنی در 27 سالگی، در سن 27 سالگی 1329 به سینمای پامیر او وقت یک کنسرت بسیار بزرگ فستیوال گونه هست که در او کنسرت استاد قاسم افغان، استاد بلا غلام علی خان و تعداد استادان دیگر هم هستند، بر اولین بار استاد محمد حسین سراهنگ در اوجا مدرای و استیج قوت بالا و بالاتر می بخشند. در همین سال از طرف بلدیه کابل بر اولین بار مدال طلا را در سن 27 سالگی نصیب شد. بعدن لقب استادی را بلدیه کابل کشوروالی میگیم برشان تفویض کرد که از جانب مردم بود و همچنان لقب سراهنگ را نیز از جانب شاروالی کابل نصیب شدن و شهرت استاد اوج گرفت. استاد وقتی لقب سراهنگ را رسمی از دولت گرفت، سفرهای در کنفرانس های هند، پاکستان و شوروی وقت داشت، با دستاورد های بسا بزرگ آمد به افغانستان و سربلند و پیروز درخشید. استاد کوه بلند موسیقی را لقب نصیب شد از پوانتون چندیگر، لقب ماستری و پروفیسری را از پوانتون کلکته، لقب بابای موسیقی را در کنسرت علی‌آباد نصیب شد، لقب شعر موسیقی را استاد به دست آورد و استاد سراهنگ 20 مدال طلا با عقد سرتاج موسیقی از پوانتون علی‌آباد در این کنسرت درخشید که کم کسان در قاره 20 مدال طلا را نصیب شدند. استاد
بسیار خوب درخشید و در آخرین کنسرتش مریضی که داشت شامل بستر شد. اونجا با اینکه دکترها برش میگفتن که دیگه گذشته دی که فعلا نخونه، حرفم نزنه، ولی استاد همی که کمی بهتر شد از امو آلت هم با دستاورد و با مدال افغانستان آمد. وطن خود بسیار دوست داشت، مردم بسیار دوستش داشت. امروز با افتخار که شما تصاویر را که میبینین در شفاخانه صدری ابن سینا، آقای فرید شایان کفن سفید بتن کرد و رفت برای مصاحبه با استاد. در آنجا استاد همی حرفش بود که مسیحای مرا از من بگویی. اگر سم داشته باشیم آقای جبار خیل، اگر داریم سم تشکر. به هر حال تصاویر پای هم با آهنگایشان همونطور که ما و دکتر سیف غوزامی پلان کردیم انشالله خاطر رفتیم و آل یک بار دیگه فرزند دلبند استاد سراهنگ بزرگ آقای استاد الطاف حسینه، بازم خیر مقدم میگیم در برنامه آمدنشان. و آقای غوث زلمی با ایشان صحبتار آغاز خواد کردن. دکتر سیف غوزامی میربانی کنیم. خب امید جان بازم کارت تکرار کو، کمره می لخشه به حساب یا می لخزه یک پیشانی استاد اینه می رقم اگر نگاهش کنی بسیار مقبول می شه. باز لغزید، کمره لغزید کنک پاین اینه می اگر نگاهش کنی بسیار مقبول است که بگراندون بسیار مقبول می خیلی. الطاف جان گل معذرت می خواهی، می خواستم بپرسم که در مجموع چند لقب استاد از کشور بزرگ هند به دست آورد قسمت موسیقی؟ اولا خو پیشتر استاد بزرگوار گفتن القبا و اینا رو شما گفتیم. بله. که سرتاج موسیقی و بابای شعر موسیقی، کوی بلند موسیقی، دکترا داشتن. دکتر امو یک جایزه جواهر نشان استاد است که در موزیم بود، او که به موزیم افغانستان بود سر شما گپ میزنیم. بله. او زمرد نشان در اون در کلکته نوشته بود ماستر موسیقی، پروفیسور موسیقی و استاد موسیقی، دیگه دکتر موسیقی. دیگه او ما خو این القاب را استاد از اونجا حاصل کردن و البته گستاخی نشه که لقب استادی استاده در وقت اتوانم که ما که دیده بودم امو لقب اول که بر استاد از طرف چیز فضل محمد خان ذکری و وزیر خارجه و پدر فضل احمد جان نینواز. بله بله. فضل احمد خان ذکری و بله بله. وزیر خارجه بودن. این لقب استادی به امضای دونا داده شد. واه واه واه. و دیگه که از طرف شاروالی سراهنگ داده نشده بر استاد، یک میدان شاروالی بود. سراهنگ دیگه این تخلص شعرهای افغانستان و از طرف دربار بر استاد لقب سراهنگ بودشد. یک کمی از دربار یک قصه بکنین که استاد چطور تانسته بود که بابای ملت مجذوب موسیقی بکنه. حتما شما هم همراهش به دربار حضور داشتین، رفتین در این بزما. اترست که استاد محبوب همه بود، بر استاد ما دربار و مردم ملت افغانستان همیشه عزیز بود. قبول. استاد خود افغان بود و افغانستان و استاد صرف نیک به دربار تعلق داشت، به مردم خود تعلق داشت. کامل. و اما قدر بود که حضور اعلیحضرت ظاهرشاه پادشاه افغانستان خودش موسیقی کلاسیک بسیار دوست داشت و میفهمیدن، یعنی خودش یک آرتیست برجسته بود که ما در مصاحبه‌های خودم که به تعلق با ما بوده که گفتیم که نوازنده پیانو، نوازنده ستار کلاسیکال، پیانو، هارمونیوم
و حتی کمپول ساختن اینا رو آلازد به سیاسی بسیار لاید داشت. و استاد برازی که آلازد موسیقی کلاسیک زیاد دوست داشت و اول هم تشویق کننده استاد حضور آلازد در زمان شدن که خود آلازد هم از زبانشان تشمیدیم که آروسی سردار سپ داوتان بود در عرق پدر کلانم استاد سراهنگ امرای خود برده بود بچه ایشان بود و خدا غریق رحمت کنه استاد قاسم هم بچه ایشان بودن اینا رفته بودن که نارا دعوت شده بود با استاد سراهنگ که دو جا آلازد گفت که سوال کرد از پدر کلانم که بچه ایتان یعنی نامشان گرفت محمد حسین جان چطور گفت که برای تعلیم داده میشن که شروع کرد اینجا آلازد متوجه شد که استاد بیشی از یک دنیای دیگه گز میکنه به موسیقی کلاسیک دنیای حضور سراهنگ سر بیشی یک چیز دیگه است باز اونجا حضور آلازد به پدر کلان ما توصیه کرد گفت که اگر شبه که اینا را ما روان کنیم به چیز به هندوستان و پاکستان وجود نداشت هندوستان بود همه از ترکان بود طرف کلش هند بود باز پدر کلان استاد بردن به هندوستان هم رای خود و استادای زیاد می آمدن در جایی که اینا زندگی میکردن هر روز یک استاد دو استاد سی استاد می آمدن بر دیدن پدر کلانم و هنر نمایی میکردن و پدر کلانم بر استاد میگفت که تو از این استادا یکیش انتخاب کن که من تو رو شاگرد بسازم هر استادی که می آمد باز که میرفت استاد پدر کلانم استاد غلام حسین خان پرسان میکرد چطور بود استاد میگه خوب بود اما من یک کسی میخوام که به دلم جای پیدا کنه در دماغم جای پیدا کنه و بالاخره استاد عاشق علی خان سب بچه استاد فتح علی خان پدر کلان استاد امانت علی فتح علی خان چراغ پنجا از پکیاله گرانه باز اینا که آمدن و وقتی که خواندن اینی میشه استاد که من دیگه دگریه شدم بهش که من نفهم بینم که من امی احساس خدا گفتن هم که چی احساس در مقابل هنر و شخصیت از یادم پیدا کنم باز از باز استاد برای پدر کلان گفت که اگر من شاگرد میسازین خوش عاشق علی خان میسازین با وجود که کل میگفتن که عاشق علی خان شاگرد شدن پیش از او بسیار مشکل است چرا استاد بسیار شرایط زیخ و مشکل داشت بسیار دیر بود بسیار دیگه به اون خاطر استاد که همه چیز قبول دان بود 16 سال که البته به کابل بر رخصتی خود می آمدن مادر پدر و فامیل اینا رو می دیدن می رفتن و 16 سال صرف استاد شاگرد کرد 16 سال 16 لباس استاد خود می شوشتن اتو می کردن خود استاد غسل می دادن خانهشان چاپی می کردن نان برشان پخته می کردن مساحت می داد استاد خود و نان استاد خودش پخته می کرد نان میمونش آشپزیش می کرد و این قسم یاد گرفتن دیگه اونو با اون مشکلات استاد یاد گرفت از اون خاطر استاد همیشه می فرمود که مشکل است و یک روز باز مزبان آرازت که همین قصاد که یاد شد آرازت بود که سرهنگ شدن آسان نیست این قضامت ها رو یادم بعد دوش گرفت سرهنگ شد بله یعنی از یک کسی در بار شار جالب از 16 سال باید تب تلاش کرد تا موسیقی رو فرا گرفت و با تحصیل موسیقی ما شما که تر هستی مسئله نیست که آدم که ترمونی خود آدم بخوانه باز بگنم از رسیدم و باز اونه خلاص دیگه بلقابم بگیرم یا چند دوست یا مادر جان بوی صدقی مشکل است یعنی موسیقی علم است. استاد میفرمودن همیشه که تا که شما موسیقی را به صورت علمی یاد نگیرین و این یک علم بگوین در غیر از موسیقی مشکل است. موسیقی که ما شما میگیم یکی موسیقی آزاد است، موسیقی فرزن اماتور است، موسیقی دیگه آزاد است میتونه هر کس بخونه، اما موسیقی که ما شما میگیم سر کلاسیکال و سر علمی او دیگه بسیار زحمت برد. استاد گل یک چیز را زیاد شنیدیم در این مورد میخوام نظر شما را بگیرم که میگفتن یا میگن که استاد در کدام جایی بوده که به خاطر استاد استقبال کرده باشن دخترها یا خانما مویای خود یک قسم عوار کرده بودن و استاد یه تو اثر مویا تیر شده همین قصه چه قرار است؟ این به مدرس بسید مدرس هندستان ساوت اندیا بله یونیورسیتی بسیار کلان موسیقی بود و ساوت اندیا کس موسیقی کلاسیک خو رکن مذهب تماما هندو هست که کلاسیک رشته مذهبی داره بینا بعد اونجا در یونیورسیتی موسیقی وقتی که استاد میخواستن داخل برن و برشان نمو تخت و چوکی بسیار شاهانه ساخته بودن بعد این طرف دو طرف
دخترها مویای خودت رو اول کرده بودن به رسم احترام. موی شال اول اثر استاد اثر مویا تیر شده رفتن. آب نه با یک از میخواستن که استاد کامد چرا استاد یه چیز ندیده بود گاهی نمیفاهیم مانا یه چیز آه. استاد استاد شد و گفت که میگفت که چی را اطور کردن گفت که نا مسئلین موسیقی است و میخواهن میگن که اگر قدم استاد تماس کنه به موی ما اطور شخصیت ها قدمش یعنی استاد قدمش مانده میشه به موی ما در مغز ما موسیقی میشه از برکت تماس قدمش میفهمین یقیده دیگه بله 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 دیگه باز استاد گفت ما مسلمان هستم و ما سر به جای قرآن میگیم ما بر ما از نگاه مذهب اجازه نمیتکم از سر یعنی موی کس پایبان مثل که به سر کس پایبان باز اونا گفتن که شما مسلمان هستید در مذهب ما می نویسید است دیگه شما باید قبول کنید بعد از استاد آمد و اینا را اگه محترام کرد دخترها را روی شانه سر شانه دست من آشیرواد داد باز رفتن در حتما در کنسرت هایی که استاد می دادن در هندوستان و اوجا القاب را می گرفتن شما هم همراهشان تشریف داشتین من سه بسیم خاطره یک تون را کسته بکنین من سن پنج سالگی سه همراه استاد بودم که من استاد می بردن خوب یادم از اولین کنسرت های استاد به کلکته بود آلینیا موزیک کنفرانس بله که به نام لالا بابو مستر کنان این رئیس و پروگرام بود او شخصیت بسیار سیاسی بنگال بود که رئیس جمهور هندوستان راجنده پرشاد دکتر راجنده پرشاد نیرو هم اکثر پروگرام در موزیم ما بود کنها برای امیر لالا بابو تا دست بسته ساده بیدوشد یک قید احترام میکردن و او با استاد بیشتر جناب عشقی سب گفتن که بزر 20 میدال اونا 20 میدال چی میکنین که افزن کپای طلا و نقره بود جایزه کپ به نام کپ میگنی کپای طلا یا بود و تانپورا شش تانپورا که صرف هر کنفرانس بر استاد تانپورا بخشیدن مثل که شما یک سپر سالار شمشیر میبخشید این قسم اگه من داره در یک خانونی کلاسیک تانپورا اگر از یه بود میبخشید مثل که بر سپر سالار شمشیر میبخشید این طور اگه مانا داره و این کل چیزا هست میایم سر موزیم که در کجا بود و خب و ما در زمانه که با استاد استفین بودم در اون زمان ها مثلا استاد برای غلام علی خان سر بندک آنها تاکر دیگه استاد امی خان سر استاد بسم الله خان سر دیگه استاد الورک ها بند شانت پرشاد دیگه استاد بسم الله خان سر علی اکبر خان سر دیگه نادان راو بیاز استادای بسیار و پندت ها چرا دو چیز هست برای مسلمان ها استاد در کلاسیک گفته میشه برای هندو ها پندت بعض وقتا چون میشن که استاد را بیشنکر میگن اصلا او به او غلط هست اگه بیشنه میشنی قارش میگمد چرا که ما مثل که بگیم پندت ها میخوان نه استاد ها میخوان این چیزا رو ما میگیم بعضی کسا زبان ما میشنون بعض وقتی که مصاحبه میکنن بعض میگن ما گفتی میگن نمیگن به قول کدن این بسیار چیزا رو ما میگیم بعضی جب میشنون بعض میگن کی خوبی اینو یک حرمت خاص برای موسیقی دارن اولی که به با استیج بالا میشن پیش که پای خود بانن استیج میبوسن و پایلوت به استیج میرن امروی کفش ویگا پانه بله و دیگه ای که نامی از بزرگا میشه یک دست به گوش میمانن امی رسم برای از این که گوشمالی بود هر حرفی که از استادم رسید نه استادم یک باید بسن مثل آخرش هم گوشمالی استاد وقتی که قار میشه در هر در مکتب ما شما بودیم معلمین که قار میشن جزای زیادشان چون که گوش ما رو تو میدادن اینی گوشمالی بود اینا رو این گوش به نام استادای خود میگیرن یعنی گوشمالی رو تصدیق میکنن که این ادب است احترام احترام ادب ببخشین به الطاف جان میکنن و چه خوب است که بعضی بیننده های ما شکلن که ما در شروع پروگرام نتونستیم برسانیم خدا آل رسیدیم و مکررن عرض میکنم که این سال 100 سالگی روز تولد استاد سخن بدلشناس معروف بابای موسیقی
شعر موسیقی، کوه موسیقی و بالاخره سرتاج موسیقی که امروز ما تانستیم خوشبختانه 100 سالگی روز تولدش پسر والا و بالا استاد الطاف هم که خود داشته باشیم، این برای ما نهایت نهایت خوشبختی است. از جناب جبارخیل صاحب خواهش میکنیم که دمی لحظه اگر یک آهنگک استاد تک بختارش بگذارن، پس ما با دکتر صاحب غوث زلمی و الطاف جان ادامه میدیم. بله صاحب، هوا را جمع کنیم. بله بله بله، زنده باشیم الطاف جان. ما امیدوار هستم تا لحظه که اما آهنگ آماده میشه، هم امروز خودمی برنامه بسیار مردم خوش هستن که الطاف جان میبینن، صحت میبینن، شکر خدا و شکر خدا و تپ و تلاش دکتر صاحب غوث زلمی، یعنی طول هفته مکمل که چقدر کوشش کردن که بتانن الطاف جان دمی روز 100 سالگی تولد پدر بزرگش. یک دوست ما یک اردو غزل اردو را فرمایش دادن، اجازه که باشه بخوانم. به این نام که میخوانم به سام مردم خوش میکنم. یکی عالم شادمانی لٹا دی، یکی عالم شادمانی لٹا دی، یہ کیا سوجی ہم کو جوانی لٹا دی، یہ کیا سوجی ہم کو جوانی لٹا دی، یہ کیا سوجی ہم کو جوانی لٹا دی، یہ کیا سوجی جوانی لٹا دی، یہ کیا سوجی ہم کو. بله، هر قدر بشنویم غرق میشیم و میریم. این استاد در گویته انستیتوت بود، این کنسرت بود یادمه؟ بله بله، گویته انستیتوت بود و بسار پروگرام عالی بود. بسار حالا با استاد ما در اوجه اول شروع کردن از آقای کلاسیک. بله، شما تانپوره، شما بخیر تانپوره می نواختین؟ ما خود وظیفی شاگردان تانپوره وقت تانپوره نواختن از همراه استاد ما شاگردان شریف جان، استاد شریف جان غزل بچه همیمه که اونم شاگرد استاد صاحب از فرید جان، استاد فرید کلارنت و سکسفون ماشاءالله استاد هستند. ما دیگه کل شاگردا به حساب تانپوره نواز و نوازنده با استاد هم میگیم. و یک گپی دیگه هم نگفته نمانه که مسئله است، چرا بعضی وقتا گپ که قطع میشه کیفیت گپ خراب میشه. بله بله، میشه استاد بفرمایید. چیزا هست که مثلا ما همین کسی به هندوستان بود نیست؟ بله. بسیار کسای عجیب است از راجع به استاد که باید گفته شدند. بله بله، فرمایید بفرمایید. همون که ما گفتم که به سینمای پامیر شما یاد کرده که به سینمای پامیر در اون زمان ما دیگه شاید اگر بودیم هم یکی دو ساله بودیم که چرا ما یاد من نیست شنیدیم در سینمای پندکاردار چاکر ها بود و استاد بڑه غلامعلی خان صاحب بود و ایجا که استاد سراهنگ میدال برش دادن از طرف او وقت هم وزارت کلتور خود نبود که برنامه مدیریت ریاست مستقل مدبوعات رو کنیم. اینجا باز به پندکار یک بسیار مهم مسئله است که من براتون میگم که وقتی که برای استاد اینا برای پندجی و برای کاناتاکر از طرف بلدی کابل یعنی یک هزار افغانی یا 2000 افغانی 1000 افغانی ایره برای صرف تحفه برای پندجی پیش کردن،
او وقت صد کلدار ما کمره از پیشتان دول خورده اون فکر میکرم شاید بید تاوین فکر کرده بخواد یا یک چیز دردش گشتم من ایره برای شاروالی افغانستان اوانه میکنم برای افغانستان ایگه به دل استاد من وقتی که استاد در کلکتا دور شد تو خود پندر نیرو صدر آزم ایجه بر استاد وقتی که کپ ابتلای دادن و مدال هنر بسیار درجه اوله باز از طرف پندر نیرو خود نیرو آمد به خلطه زرین یک تعداد پول در مابین خلطه زرین یک بخشش نظرانه در او خلطه زرین تقریبا 80,000 کلدار بود 80,000 ما 1,000 افغانی میشود 100,000 ما اینجا سیب استاد دید که پندجی ششته بود رو بروشان استاد بسیار وطن پرست بسیار آدم وطن دوست به افغانستان بسیار به مردم خود علاقه داشت به وطن خود بسیار علاقه داشت بسیار افغان بسیار سوچه بود و به این صاحب شما میمی غیرت ببینید استاد در زمان خانه شخصی ما نداشتیم تا اول نداریم دیگه کدام زندگی کدام بارگاه بارگاه موتر شما خانه ما رو دیده بودیم این چیزا نداشتن یعنی بسیار پول زیاد بود بر استاد استاد فکر کنید 80,000 دلار بود که پندجی بر ما دادن ما در اون شب روز تصادف هم در بنگال پوفار شده بود بازار ها مردم به خانه شد و نفهم چقدر طلب ها بود من اینمی خلطی پیجی پولی که بر ما داده شده من اینه بس سرمیاش که بنگال شده آواز از ضعیف استاد که آواز تان پندجی آمده بود و یک چیز ناچیز از طرف ما مردم برشان چی کرده بودن و نام احانه داده بودن برشان با بخشید استاد همی دید شما گفتین امی 80,000 پر چی کردن فهمیده نشد امی امیدیان بخیلی نظر شده امی قسمت تکنیک کامره تا و پیچ میخوره صدا کامره چرا دور میتن کامره رو چرا دور میتن جای به حساب لق ماندن جو یک مکتوب از روش میدو تینیر پندر نیرو برای من روشه کرد از وادا من گفتا استاد شما تنها استاد موسیقی نید بسیار یک شخص وطن پرست است ای میفهمید که پیسه پولی که شخصی برش داده شد ای را به اعانه داد به سرمیاش بنگال صرف از خاطر که او دو از دارفه ما را قبول کرد غرور باشه استاد اون اموجه گپتان قطع شد بیننده شده نتانستم اما 80,000 کلداره که وقتی با استاد توفت دادن گفتیم که دوباره با خود هندوستان بخشیدن آه بله گفتن که پس با خود هندوستان گفتن در حالی که خود استاد در کابل خانه هم نداشتن خانه شخصی بله فقط یک تفصیل می کنم امی داشته باشم باز ادامه می تیم دکتر سرغاز همه واقعا یکی از آرمانهای دل من شخصا که خود من با حضور استاد بسیار نزدیک بودم 30 شای ماه مبارک رمضان در هتل خراسان استاد گرانقدر اوجا از ساعت 9 شب بعد از نماز خوشتم و ایچ عادی استاد در اونجا 30 شب در ماه مبارک رمضان در هتل خراسان شهر نو اونجا شوای رمضان کنسرت میداد ما یک تیم بودیم این تیم رفته بودیم امو چوکی های خودا 30 شب پیسه دادیم پیشکی 30 شب بله 30 شب پیشکی پیسه دادیم و هر شب 30 شب میرفتیم و تا وقت سحری ما هم سحری را با اونجا میخوردیم و از حضور استاد رخصت میشدیم. یک نکته را که ما میخواهیم علاوه بکنم دکتر سرغاز زلمی هم اشاره کردن و الطاف جان هم گفتن که استاد واقعا در اون زمانی که در اونجا برش در هندوستانی پول داده شد خانه نداشتن استاد تا آخر در خرابات زندگی میکرد ولی یکی از آرمانهای دل ما که برآمد که استاد نظر به امر سلطان علی کشمند صدراعظم افغانستان به مکریان کابل خانه دادن آقای جناب سخی غیرت رئیس ساختمانی بنا بود وقتی استاد به او خانه خود رفتن به مکریان دل ما
آرام شد و پیش خود احساس آرامش کردیم که الهی شکر که ای هم خانه اقلا دی مکرویان خانه استاد بزرگ است. از خاطراتم از در زمان کار دکتر سم نجیب الله بوده. البته به هر حالت تصویر نداریم به خیلیم باز سمد شما رو نمیشنویم دکتر زرقال زلمه برای میشنم نگذارد اگه صدای مرا میشنون گفتن که دمو اسکرین که میگن یا چی و با آقای جابر شد که علامه تیاره سمور پس کنیم که با وصل شویم شما با استودیو. صدای مرا میشنویم امیدیان نگذارد در تلفون اگه برشان بگوید که تچ کنند دمو تیاره پس چه میشه از پیششان دست شما خوب به حساب دمو آوج موضوع بله به هر حالت ما شما دکتر سبقل در من ادامه میتیم تا که جبر خیل سه بوجه من امیتان پوره گفتن که من که از خاطرات و استاد یادم آمد ما آقای اشکریز نوجوان هستیم به حساب اداره هنر ادبیات کار میکنیم با استاد دیگه بسیار صمیمی شدیم باز خانه ما در سیاسنگ خانه پدری شوای جمعه جمع میشدیم هر شب جمعه خانقا بود نامزد نبودم بیغمی بود بیروز اون بیسه باز مادره که برای خدا ببخشه میگفت مادر جان امشب یک 20 نفر می امره استاد میگفت نه بچه 20 نفر نیست 60 نفر است میگفتم نه مادر جان 20 نفر گفت نه بچه مرکز که خود یک نفر دو نفر میره که بفهمه که استاد میخوانه بعد در این محفل ما رفیقای دائمی ما به حساب دی محفل که بودیم اسد جان کشتمند بود یادشان بخیر و جان قیومی سما جان قیومی که پسان وزیر معارف و رئیس ارگانهای محلی شدن اسلم جان اکرم که رئیس اتحادیه هنرمندا بودن آقای شادان خدا بخشه مسهور جمال فتا جان یک بچه از هرات بود مدیر اطلاعات وزارت خارجه رام یک اهل هنود بود این رفیق ما بود که بسیار زیاد استاد او را دوست داشت و این شکر خدا که استاد پس وصل شدن. استاد شما گپ سر تانپور آمد من خواستم که می خدای ناخواسته چند لحظه که نیستیم امیر خلا را پر بکنم شکر که آمدین و ما خاطرات ما هست پس هر قسم می کنم می خواستم شما بپرسم استاد که استاد بزرگ ما سراهن خداوند اونا را غریق رحمت بکنه چه رقم با قندی آقای مرحوم آقای اسیر آشنا شدن همین آشنایی جون یک قصه بکنین که مکی آشنایی استاد قندی آقا خب قراره که ما خود وقت در زمانی که ما چیزی که شنیدیم از زبان خود قندی آقا و استاد بزرگ دیگه که استاد البته من شبای که کار پروگرام می داشتن در رمضان نیست بله بله بازی جا برای شنیدن قندی آقا آمده به سلام شب تشریف آورده بدن باز استاد شنیدن و بسیار آلا و موسیقی استاد خو دیگه موسیقی بود دیگه البته وقت هم استاد اشعار حضرت مولانا از واقف لاهوری سعدی مثلا شعب از معاصر ما شاه قسم جمال استاد بیتاب قاری صاحب عبدالله این اشعار رو استاد استاد ساده نمیخواد حافظ شیراز باز از باز قندی آقا که باز روز امرای استاد خواستن که از نزدیک ببینن و باز گفت که بیده سه با استاد میخوند اون زمان اما قندی آقا گفت من داره با بیده سه باز بیخی آشنا بسازم باز امی که استاد شاگردی قندی آقا را از استاد اسیر سه با قبول کردن و اینم تو که خدمت عاشق علی خانه کردن اینم تو خدمت آقای اسیر کردن سالها که تشان بودن شبا روزا بدل سرایی بود بدل خانی بود با استاد یکی بندازی شد که مزمان قندی آقا شدیدم استاد اگه کالی تو به جای رسیدی که تو بچه سکه میدن چیدی و ما بچه انده رسیدیم و مزاق بیتن به شوخی و استاد واقعا بدل شناسی را به حده که اون به پانتون درس میدادن بدل شناسی و امروز پروگرام هایی که خب امین دو روز پیش امین روز تولد استاد به مشهد چی شد برگزار شد هم یک سایی که شما نشان دادن که سالون مردم چیستن یا دیر دروت میشه اینجا از طرف بنیاد حضرت امیر خسرو بلخی که در مشهد است اینا چی میشن و یک بیرق هنری به نام استاد بلند میشن و اینجا بدل شناسا حرف میدن سر استاد که مثلا استاد
کاظم کاظمی و استاد مهدی صاحب و استاد بلخی، علامه بلخی و اینا سر استاد، شخصیت استاد و بیدل شناسی استاد. آنجا که میگن سراهنگ است، آنجا بیدل است. آنجا که بیدل است، آنجا سراهنگ است. اینا این قسم استاد چی کردن؟ معرفی میکنم بیدل شناسی استاد. و واقعا اونا اسیران این همه میبینین، این از عکسایی که برای ما روان شده بسیار تازه و این رادیو به استاد بسیار محفل بزرگ گرفته شد و بسیار که ما توقع داشتیم که تلویزیون های افغانستان ما بسیار چیزا باید میکردن که قابل منتظر هستیم شاید سال آینده بخیر خواهد کردن دیگه حالف نکردن دیگه تو شاید برنامه تو گرفتن فرد کرد باز دو دیگه اونا بسیار برنامه گرفتن دیگه من البته اونوار براتون گفتم و دیگه گپای من میمانه که باز من امی قسمت رفتن هندوستان برای امرای استاد از سفلی من باز ازی باز ما سنای ما یک ذره باز شریف جان استاد شریف جان بسیار دوست داره دوست داشتن امی شریف جان غزل استاد شریفه که خوارزادی استاد است باز ازی با نوبت شریف جان شد برای رفتن استاد به کنسرت ها به همه جای شریف جان هم رشان بود با ما میبینم بگه شریف جان هم بود به این کنسرت ها به این پروگرام ها به این چیز ها این ما میرفت استاد آصف جان برادر استاد بزرگوار هاشم صاحب فخر افغانستان به موسیقی این استاد آصف جان تشریف داشتن دیگه اینه بسا خاطر اینال بعضی سوال ها که شما داشته باید خاطرات که شد که ما گفتیم در سیاسنگ ما شما جمع می شدیم که دکتر صاحب اسد الله حبیب به خدا ببخشه اونا هم تشریف می داشتن آقای اشکریز ما دیگه هر شب جمعه اونموج بزم بیدل شناسی بود و بیدل خانی بود و بسیار جالب است که یک شب دیگه بهار است باران می باره جمع ما جمع است استاد بسیار آنقدر گفته خودشان هوا جمع است که کلی که در سکوت هستند همی 20-30 نفری که هستیم وقتی که ما خانه را توشک میچیندیم 50-60 نفر جای میشد همی تصادف که خانه ما در سیاسن کسایی که آمدن 3 منزل بود منزل آخری امور سه برای من اختصاص داده بودن که من زندگی میکردم بچه کلان خانه بودم امیر با توشک فرش میکردیم میشتیم دوستا از تصادفات روزگار سب که با هم از گلی چکیدن شروع کرد امی چکید بام چکک شد سر امی آمد یک دو چکش در ارمونی استاد دفتن سر فل بدیه گفت که فرمودن زبس زور طلب گشت کار و بار جهان زبس زور طلب گشت کار و بار جهان زهادسات زمین ناف آسمان رفتن و اوج امرایشون دیگه الطاف جان دیگه بزرگ هستن زاکر جان که دی خود می آوردن همیش زاکر حسین بچه که بسیار زیاد دوست داشتن و ما از حضرت ابوالمانی بیدل آموختیم از زبان استاد سراهنگ از زبان دکتر صاحب اسدالله حبیب از زبان دیگر استادایی که وجود تشکیل می داشتن هم سر بیدل و هم از آواز استاد ما مستفید می شدیم باز جالبی که آقای اشکریز که نامزد شدیم و باز وقت عروسی که نزدیک شد مد فروشگاه بزرگ افغان او وقت مود بود زیاد که عروسی میکدن باز استاد گفت که زلم من رسیم نایب سالار میگفتن دیگه او را که الطاف جان باز خوب تر در این مورد میگن باز من رو نایب سالار شدیم دیگه که بخیر عروسی میکنیم مفتمان استاد شما خو در رأس هستین من گفت نه والا او 5 منزل هست بعد او 5-6 منزل بالا شده نمیتونم باز ما جدا خانه پیشت میم باز ما خودم آستا برویتا میخوانم باز استاد خدا ببخشه همی کار کردن تشریف آوردن به سیاسنگ خانه پدری بعد از آروسی ما باز آستا بروی ما را خواندن آستا بروی که خلا شد من گفتم استاد ببخشین آستا بروی شما رو کی خوانده در هم سایی که گفت نایب سالار ما تیز تیز رفتیم ما میخواستم فقط یک نکته رو علاوه بکنم که واقعا کسایی که با استاد از نزدیک حضور میافتن همیشه استاد برای اصلاح کردن مویای خود دمی سلمانی فضل
در چهار نو اتاق جانم یاد چند باشه غلط جانم همیشه بود یک میرفتن باز در یک بسیار کرشنیل بافی خلطگکی که بودنه داشت استاد و این بودنه را با چی ناز می آورد دمی جای بالا پوشا در پلوی فضل سلمانی بند میکرد خودش میشیشت و آیت فضل مویایش اسلام میکرد شما باور بکنید که اونم موجه دمی چوکی پشت سر کنمت میششته و استاد دیگه شروع میکرد یک زمزمی که با چی شوق تا که مویای از اسلام میکرد و اینمی بودنه باور میکنید با یک خوشخانی میخوند وقتی که تمام میشد امی آیت فضل دستای استاد میبوسید میگفت که برای ما اصلا شما اینمی روز تفریم هم بود سینمای هم بود همه چیزی بود که مغز مرا شما با زمزمه هایتان آرام ساختید استاد آدمی بود که تحت نسل جوان بسیار زیاد اینقدر عاشق نسل جوان بود که در هر جایی که کارتیه نه او مثلا تازه ایجاد شده بود او منطقه تقریبا جوان ها بسیار ارادت داشتن می آمدن استاد قن همه می شو بین که یک دقیقه حضورتان باشه استاد با چه ناز با چه نعمت استاد واقعا فقیر بود واقعا تخلص بله تخلص را که خودش انتخاب کرده بود خانه را که در مکرویان برش اعطا شد و او بسیار روز خوشبختی ما بود مرا آقای سخی غیرت رئیس ساختمانی آنا بود در رئیس تایی مسکن بودن فکر میکنم رئیس تایی مسکن باز آمدن مکریان ها مکریان چار باز می دفتر آقای غیرت چانه نام همی جا آمد خانه استاد آمد اینجا بود باز بله خانه استاد خانه التاف جان شان میگه باز گفتن یک بار اگر استاد پرسان شده که میخواین یک خوشخط در پشت دروازه چی نشته کنن چون القاب زیاد بود دیگه بابای موسیقی نشته کنن، کوی موسیقی نشته کنن، شعر موسیقی نشته کنن و میفهمن نشته کنن، سراهنگ نشته کنن چی نشته کنن؟ من رفتم حضور استاد گفتم استاد جان به این پشت دروازه تا نمیه خوشخط از این خانه سازی است میخواه که یک یادگار به این پشت دروازه نشته کنن طرف ما فقط یک سر خنده کرد گفت آقا جان هم نشته کنن مسکین سراهنگ مسکین سراهنگ همین جمله گفت آقا جان اونشتان بود اونه چکر کمیال مشکل کلان داریم التاف جان یعنی میال اگر فرض میکنم در یکان محفل آدم بره بشینه در اروپا در امریکا در افغانستان در هر جای یعنی یک 15-20 هزار نفر میگه که ما بسیار زیاد کته استاد بزرگ بسیار رفت آمد داشتیم بسیار میشیشتیم بسیار در حالی که به ما شما معلوم بود رقمی که برای احمد ظاهر جان این شکل ببینیم که یک 50,000 میگه از ما یار ما بود 24 تا کتش بودیم ولی انگشت شماره که واقعا حالی که آقای غمزرمه از خانه خود قصه میکنم مادر خدا مغفرت بکنه اما برای 60 نفر منتهی کردن استاد دوجت تشریف بردن ما عرض خود که میکنیم ما کسایی بودیم که همین تاریخ زنده خود که من نمیفهم از من 60 سال میشه که من برای رادیوی افغانستان کارم شروع کردم 60 سال سینمای پامیر را که الطاف جان گفتن اوجا که کنسرت دادم اوجا ما هم پروگرام کرونا جوانگ رادیو را کار میکردم تنها کرونا رادیوی پول با عمومی بود اون از اونجا با استاد با خلقت استاد با مهربانی استاد با درش گفتن استاد هم یک خاطر اگر که دیگر رو میگم باز دکتر صرف که ما دیگر قصه کنین برای بیرندای ما جالب است استاد جناب کشتمن سیب صدر اعظم بودن بله اینم همه تانم انصافا بگویم بهترین صدر اعظم بود و والاترین شخصیت بود سلطان علی انسان شریف بله خواسته بودن استاد بزرگوار استاد که میره صدارت این توجه کنید الطاف جان بسیار جالب است استاد که میره با حضور سلطان علی کشمن صدر اعظم دان دروازه برش میگن که استاد ببخشید سلاخو نداره حالا ببینین شما آذر جوابی استاد رو ببینین یه ذره سوال میکنن
آه بله، سوال کرد که استاد یک لحظه آقای جبل خیلی به تصویر توقف بکن کمی امی قصه گفته الطاف جان خاک و دود میشه. پرسان کردن نفرهای منزل اول صدارت که پیش کشمنسر میرفت، گفت که استاد شما صلاح ندارید. استاد مو یک شامه های آرام خود اندار خنده کرد، گفت آقا جان ما چی کردیم که صلاح داشته باشیم؟ نماتی که میگردن همین جمله است، آقا جان ما چی کردیم که صلاح داشته باشیم؟ خب استاد احترام کردن راون کردن، وقت از کانال دیگه برای کشمنسر گفتن که والله اینا استاد یک قسم نمتو ما را تانه ها را داد که ما چی کردیم که صلاح داشته باشیم. در آمد استاد بزرگ و سران پیش کشمنسر، کشمنسر تا بیرون بر آمد استاد شگرد شاندش، گفت که استاد بخیلیم که یک جرد کلان کاری به جایی کردن، از شما پرسان کردن که صلاح ندارید. استاد با تغییر لحجه گفت قربانه چو ما چی خدمت کردیم که صلاح داشته باشیم؟ یعنی خدمت ده شلوه کرد، یعنی شما خدمت کردیم شما صلاح داشته باشه نه؟ گفت قربانه چون گموچی خدمت کردیم که صلاح داشته باشه. باز کشمنسه باز خیست آمد دستایش گرفت، یعنی به حد امطوره که الطاف جان قصه کرد، امطوره که اولین بار فرمان اعلی حضرت محمد ظاهر شاه بر وزارت دربار سلطنتی خاص به خاطر استاد سراهنگ آوازخان دربار در تشکیل وزارت دربار به نام آوازخان دربار رسما مقرر شد، جای سرانگ کزدگه باز با او آبتا دیگه باز ندارد. خب گرچه بعدن باز خدا مغفرت بکنه استاد یعقوب قاسمی باز آوازخان دربار شد، ولی جای سرانگ، آهنگ سرانگ و عشق که ملکه و میرا دوست وقت استاد میخوند تو فکر میکردی که در این عرب اینا میخواست کمی امی پشه هم پر بزنه و سراهنگ میشنید. بناهن باب آوازخان درباره که در افغانستان گشود بزرگی استاد بزرگ ما استاد سراهنگ بود. شما ادامه بکنید دکتر سراهنگ. جناب سر رفاقتی که پا آمدین الطاف جان، شکر که ما با بسیار امتر جرات میتونم بگم، پیشترم گفتن که من حوز زحمه نایب سالار استاد بودم. این حال شما بگیم که همک دیمور سب توضیح بتیم والا سلطون بود که شما را خود استاد همیشه دوست داشتن، همیالا روانت پاکش هم روی همی موشماست، هر کس که استاد اخلاص داره روی استاد هم روی است. این باور کنیم بخیر همی گرب صدق داره است، هر کس که اخلاص صادق به استاد داره و همیشه استاد به اون کمک میکنه همیشه در هر راه که باشه. من نایب سالار رو خود جاته و شما را میگفت که چطور است این نایب سالار سیمم نایب سالار سیمم دیگه این گفت آمد دیگه نال من میخواییم یک موضوع دیگر هم شد ویژه براتون یادآور شم بفرمایی که یعنی امی همت والای سراهن آل کسی که با بادشاه شب و روز باشه همیشه باشه و اگر استاد هرچی میگفت بادشاه قبول میکرد گفشه هرچی در زمان آلازه تا مستاد خانه نداشت، خانه شخصی دوستا بله. برشون میگفتن که استاد امین خود در قلب بالازد اگر تو غنا داری بسیار آدم با قناعت هستی نمیگی خیلی میگم یک نوشته بگو یک دوسته همون رو برشان بکن. استاد میگو نه من در زندگی که دارم من این نمی در نصیبه بس من این زندگی خود دارم با میدن ایچ آلازد رو نمیگفت برای من این کار رو بکنی این کار رو بکنی و اونم قسم زندگیشم اگرچه هرچی که میخواست خواهیم میشه. خب آمدیم به یک موضوع دیگه که اینا در باد خرابات وقتی که ما تولد شدیم دیگه ما خرابات رو ندیدیم. اون وقت استاد باز ما رو میگن که کتمی غنداق منداق ما آوردن دادم شهر کابل کرای خانه کرایی رو شروع شد. از شهر بازار که ما کرا دادیم سی تا کارتی سی و تا سرای غزنی و نفهم تا قصاب کوچه و پیش میر سی قصاب کوچه رو خانه وزیر داخل سید عبدالله خان او رو ما کرا گرفته بودیم. دیگه در جاده من پیش نساجی خانه دیگه بود، یعنی یک عمر در کرا. باز وقتی که همین آپارتمانی که بر استاد داده شد باز ما فکر کرده بودیم یک زمانی که البته همین بخشش از با نبود، اما باز وقتی که چی بود از ما کرا پسانه البته تغییرات آمده بود چطور باز کرا میدادیم
میکنم اما بچه که گرایی بکنم برو بابر تان دقیق ببخشید بله ما گرایی بکنم ما در اوجا بودم در اوجا خود ما بودم بله خانه های مکرویان اکو دارم دیگه نیگه پا بوسف که ما البته استاد استقنای بزرگ داشت که نا هیچ وقت از که چیز نخواستم و نمیخواستم کاملا اگر در انگلستان پزن برای چی چیز ها میاثر نبود این پاکستان در وقت جنرال ایوب که رئیس جمهور بود و ذوالفقار علی بوتو وزیر خارجه استاد بار اول پاکستان رسمی دعوت کرد به حساب کل پاکستان موزی کانفرانس که در اوجه ملکه موسیقی روشنا را بگم استاد سلامت علی نزاکت علی خان استاد امانت علی فتحی اتو شخصیت ها بودن باز وقتی استاد دعوت شد دعوتنامه اول برای شاه بود از او اجازه گرفت ما شاه هستیم شما و مربوط خود نیستم مربوط ملت افغانستان است ما ملت افغانستان من اجازه میده که ما برم با پاکستان رسمی دعوت شم چرا که هندوستان خو میخواد مناسبات ما خواهد اول پاکستانی ها کتی ما از اونوقت جور نبودن تا اول جور نیستن اگر به اون خاطر استاد اجازه گرم که باش ما هم اجازه رو داشته باشه باز اجازه توچه کرد و میری و برشان قدر خوب میخوانی و یک پول هم از اونا پیسه که میتر میتیشون پس باز برای وزیر و سفیر افغانستان آقای پوپل بود علی احمد خان پوپل خودش تلفن کرد برای علی احمد پوپل برای سفیر گفت که تمام مصارف استاد در اوجه با کانتینیتال پاکستان کلش از در وزارت دربار افغانستان داده شد یعنی اینجا ببخشید یک تلفن دارم به اجازه تان بله بفرمایید استاد دانشمند عزیز القدر امان اشکریز درود و مهر حرمت به شما با استاد نازنین الطاف حسین و دکتر صاحب غوث ظلمی ما در برابر دو استاد بزرگوار و یک دکتر سخنگو به حساب می خواهیم که تعریف داشته باشم و در نخست نمی خواهیم بگویم که آقای اشکریز شما استاد دانشمند استاد استادا در بخش گویندگی و به منظوری یک رئیس جمهور من به شما می بالم و بعد از این من تعهد می سپارم این با جناب جبارخیز صاحب دوست عزیزم رئیس عمومی تلویزیون که شخصیت ملی است و پیشنهادات سالم هم می پذیرن همیشه ساعت اضافگی شما را چون یک ساعت بسیار کم است نیم ساعت یک ساعت هر قدر که امکانات باشه من حمایت مالی میکنم چون دوستتان دارم و شما بسیار گرانمایه هستین و ما دیگه باز امان اشکریز نمیتونیم پیدا بکنیم و دانش شما و یادداشت شما و به صحبتهای شما و الطاف نازنین خوش اخلاق ترین شخصیت داره که در جوانی در میکرویانا البته در امو بلاکی که ما بودیم مردم از اینا بسیار رضایت داشتن و همچنان پدر گرامیشان الماس شرق است با وصف از این که سرتاج موسیقی افتخار افغانستان بودن ولی هر قدر ما تعریف بکنیم ساعتها سر استاد سراهنگ گپ بزنیم او فوت نکرده او اصلا نمرده او واقعا زنده حیات است و او اصلا دارایی دنیا را که علمش بوده با خود برده بنان ما اطور میگم که ای کاش با ما به مسابه شما داشته باشیم و ببینیم که تنها صدها شاگرد داشته ولی در خانواده خودشان چند استاد الطاف حسین شریف غزل لاکر جان و دیگران بنان ما میبالیم با شما با شخصیت هر کدام شما با اخلاق شما دانش شما و شما جذب کننده مردم هستین و مردم در صورت عموم شما را دوست دارن بنان ما نیاز داریم که شما را همیشه با خود داشته باشیم و همچنان من همین پیشنهاد عمومی است که جناب جبارخیز صاحب پیشنهاد سالمه همیشه میپذیره انتقاد سالمه میپذیره و من ایرم یک سرتاج میدانم دیگه تلویزیون ها و اینا کار میکنن که بسیار مثبت اندیش هستن و با تفاهم با همه رسانه ها یک احترام متقابل دارن
بنان ما با شما هستم کی با گفتگوی باشه که اچمدان هستم و همچنان در حمایت مالی و اسپانسر برنامه شما جناب اشکری صاحب برای همیشه و تلویزیون بهار و حسابشان و پول می پردازم. همین وعدی ما هست شما را همیشه یا مقامتون باشن، همیشه محفظ و معیت باشین. خوبان کابوزاد ارادتمند شما هستم. لطف کردین جناب کابوزاد صاحب، بسیار تشکر از شما. حتما دکتر صاحب غزلمه هم حرف داره. الطاف جان اگه چیز دارم بسیار تشکر از آقای کابلزاد، همیشه محبت داشتین، خانه آباد، بچه برخوردار. الطاف جان من دو مورد میخواستم از شما معلومات داشته باشم. یکی در مورد موزیم استاد، اگر کمک روشنی پرتین که می موزیم چی شد؟ موزیم استاد که باید او بسیار شاندار می بود و می بود، یک. و دو، پسانا شنیدیم که میخواستن مقبره استاد آباد بکنن که یک مقدار پیسی هم تا بالا شد. یعنی می مورد کمک معلومات اگر پرسین بعد باید ببینیم که گپ با کجا میکشم. البته بسیار گپ خوب آوردین به میدان و یادم آوردین و بازم استاد اشکری صاحب تشریف داره ایج از در جریان از همه چیزها رو شکر به یادشانه و ماشاءالله حافظه ایشان. اگر مذاق چی نباشه که ما بگیم قربان عامر صاحب، قربان می سر و گردنک تان جان سر و گردنک تان دیگه. از جناب دکتر صاحب غزلمه هم ما بسیار مشکور هستم، از جناب بزرگوار که امیال آقای جبار خیل صاحب دیگه، یک تشکر از همه گی دارم من. خب آمده صاحب، اول از موزیم شروع میکنم. واقعا بسیار یک آرزوی من هست که بایدی حتی که من چندین باری به مصاحبه گفتم، به اخبار نوشته کردم، هر چی کردم که نفر دوم لبای گوینده در قالی مستان داشت که بگه امیر تحقیب کنم پیش ببرم. ما جناب اشکری صاحب با میکرویان در وقتی که در وقت آقای کارمل دیگر اینطور جنگ ها اینا بود، راکت بازاری راکت بازی از طرف پاکستان تشریف می آورد سب طرف میکرویان ها، این طرف ها قرده می رفت و مردم ها را سب برده می رفت و دیگر ما همین مردم دگوریز بودن سب کنیم. خب کسی با پاسپورت کسی بی پاسپورت، و واقعا ما هم اولادار بودیم دیگر، ما هم کوشش میکنیم که یعنی بر ترتیب شد باید بریم. خب ایجا ما آمدم این تماما اسنادای استاد بزرگوار، این میدالا، این کفای طلا از هند و پاکستان و از اتحاد شوروی که من در این زمان ایجا سه ما خب یک جلسه شد در این مورد بازرناز به این رسیدن که باید من خواستن که ما میخوایم یک موزیم بسازیم برای اسناد استاد. ما در این چیز بسیار چی بودم، خودم هم از خدا میخواستم که یک چیز شبه که مسئولیت از دوش مخلاص شبه به یک جای محفوظتر، یک جای باشه که زیان نجازه برش اوجا باشه. باز آمدن و دیگه از چیز کمیته مرکزی آقای دینشین صاحب فدامواد دینشین و دیگه دوستای از کمیته مرکزی آمدن، دیگه بخیالم که استاد سرمز بود و آقای نفهم استاد مددی سای بود یا چطور، خب مقصد یک گروپ آمده، میدال های حساب شد، کپ های حساب شد، قیمت های سنجیده که بادی قیمت گذاری شده، این چیزهای طلای استاد کست و جبتار میدال ها طلای بود، همین اصناده که بود کل جوای نشان کل قیمت مادی هم داشت، نه من همیش که کس داده نمیتانه همین مادی هم بود. باز من بر از اینا گفتم که دوکان بقالی نیست، من اگر من این کار میکنم صرف بر ملت افغانستان اعدام میکنم و اینمی حق ما به خود میتونم که یعنی پسر کلانی استاد بزرگش و یک مردم افغانستان سر ما داره، سر استاد هم داشتن سر ما هم داره، ما میتونم میره ادا کنم نه قیمت گذاری، من به شرط که محفوظ نگاشم. این قبول شد و در خبرهای فارسی هم همون شبه که موزیم افتتاح میشد که از کمیته مرکزی و وزیرها و اینا آمدن افتتاح شد، در کجا افتتاح شد استاد؟ در کجا سرک سیدی و دیگر اکبر خان اتحادی هنرمندا بوده اوجه. بله آقای پردیس در آقای پردیس بود سای منصب بودن در وزارت داخله، او رئیس اتحادی هنرمندا شده بود در اون زمان. صرف همه چیزه حتی کتابخانه استاد
کتابای قلمی حضرت بیدل، کتاب حضرت شایق جمال که با قلم خود نوشته کرد و دیوان خود بسیار خط کشی خودش کرده بود، او را یک شب بر استاد توفه داد. میفهمید؟ گفت من دیگه از این بالاتر چیز ندارم که بر تو ببخشم. سازای استاد، میدالای استاد، یک چپنه بود که میگن تقریبا به امیر بخارا تعلق داشته که بخشای استاد از پسر شانشان. این چپن نیده که شما میگن چیز شایی است و ای و سازها و تماما اسنادها و تقدیرنام ها و دیپلوم ها و کل زیر سپردیم و اوجا چی شد و تقریبا چندین شب و روزی نجار آمدن و مندستین اینا نقشه کردن و همی جور جور کردن چیره موزیم هم ویترین ها ساخته شد کلی چی دارن بردن و ماندن و باز بسار خوش بودم من که یعنی شکر که آله گفتن ما قطعی جمعی مانیم باز یعنی یک جای دیگه انتقال میدیم چون اونجا خود یک خانه بود وزیر اعظم خان ضبط شده بود اون موزیم شد. باز من این خواستم که باید چی باشد و این ما وقتی که ما رفتیم هندوستان شرایط خراب شد امرای اولادا حکومت تغییر کرد تا وقت دکتر سیم نجیب که حکومت تغییر کرد و اینجا بخیالم که گروپ مجاهدین تشریف آوردن بعد از او دیگه این موزی هم ترت و فرد شد. اما من مطمئن استم آقای اشکریز و جناب دکتر سیم که نه کس از استاد ایره میشکنانه نه کسی ایره برمیتره همی هر کس که همی طالب هم اگر باشه که بره اینمی کاره نمیکنه کنه کنه در بیتره مطمئن استم که استاد همه گی دوزن استاد سلانگ کل گی دوزن و هر کس که باشه سیم اما ای هر جای که شده ای توسط کدام کس کشیده شده و یک جای نگاه شده که باز یک وقتی که این تا که من زنده استم خوب چیزا محفوظ است باز ما که نباشم باز میتونن این را بکشن یا با فروش برسانندش یا باز این انتقال بتن در کدام جای دیگه به موزیم بسازن یا گپا متا این ما دمی فکر چرا ما بعض آثارش یگان جای پیدا کردیم در فکر محمده که بسیار چیزایی که ما در موزیم که صرف در موزیم بوده آره یگان جای نشان داده میشه است یگان چیزش دیگه مور ما صحبت است که بازویر ما مکمل باید سر از این گپ بزنم سر از این مشمول چی کنیم این وظیفه کل مشمول که این افتخارات استاد بود این خب بر از این است که من که اولادش بودم اینجا نگرفتم پیش خود قید نکردم میتونستم که خود هندوستان ببرم چرا این به ملت افغانستان تفراد داد او رو مده هندوستان بردن اما حقیش نداشتم ببرم وقتی که من این کار نمی کنم دیگه را چرا کنم بسیار تشکر سر مرقد بسیار جالب است مسئله مرقدشون ببخشید یک لحظه اجازه بدید من میخوام براتون بسیار قاطع وعده کنم هر آنچه حال شما گفتین اینی یک بار دیگه ثبت تاریخ رسانه میشه اینی حرفایتون یک بار دیگه میمونه در هر سن سال که شما باشین من براتون بگویم ما هم مکلفیت داریم رسانه هم این داره که ایده تعقیب کنیم با شما یک نشست با شما یک نشست خاص امروز خواه به خاطر صد سالگی به دنیا آمدن استاد بزرگ بابای موسیقی ما شما را مولا کسر غوزلم زحمت دادیم این کامل یک برنامه جداگانه است ولی این حرفایی را که شما گفته تعقیب ازی جستجوی ازی کاملا نوظیفه ما نوظیفه شما وظیفه هر افغان فرهنگ دوست است که همه چیز ما را بردن همه چیز چور کردن همه چیز ولی غنیمت های فرهنگی که دیگه باز او مدال ها و او نشان ها و او قبایی که بابای او دیگه مال ما هم است مال شما هم است مال یکیم هم است مال بیوزن هم است او در طول تاریخ من فکر میکنم یک وظایف خاص ما امی خود بود که انشالله ما با دکتر صاحب خود زلمه با متحد با شما انشالله این را پیگیری میکنیم اینه بار اول است که کسی برای ما یه وعده را داده که ما میکنیم این کاره تشکر است ما بسار زیاد بله فقط ما سر مسئله مزار است بله بله البته به طور خلاص ما براتون بگم که وقت شما را میدنگیرم که دکتر صاحب غوزدلمه فرمودن که یعنی مزار است قراره که من چند وقت پیش از مصاحبه آقای استاد مددی صاحب شنیدم که گفتن که مزار استاد از خاطرشون پیشنهاد کردن به صدارت و 8 میلیون افغانی بر مزار استاد تخصیص داده شده از طرف صدر اعظم 8 میلیون بسیار پیسه بود در کدام زمان 50 سال پیش در وقت آقای کشمن خب بله بله بله
خب طبعا آقای دکتر صاحب کارمل بودن اینا قبول با آقا من این فهم ساوند از این اگه باشه ببینیم یک بار که آقای مددی گپ داره 8 میلیون بله بله ما کاملا در جریان هستم باز ما کلش یک جای که محمود حبیبی اینا وزارات اینا رئیس رادیو بودن باز اغلبشان وزیر اطلاعات کلتور شدن بعدن به هر حال گفتم اگر ما قبر استاد فرنگ بسازیم قبر استاد فرنگ همیت یک تابری داری ای عیب است برای ما ای شرم است برای ما او تو کارا کرد چلومش تگه اشتیارت سر قبرش بیان خانه شد سلیمان لایق صحبت کرد یک معاون معاون ریاست جمهوری صحبت کرد از کنم برحال از اگه پا دولت قبول کرد خب پیشنهاد یک کار که خیلی بمی مهندس ها خبر بده مهندس هایی که نقشه کشی میکنن نقشه های تعمیران میزنن که نقشه یک مزار باشکوره بسازن و اختیار تو بگذارن باز ما کلش یک جای کده به کانکور از یک کانکور میگیریم یک طرح از طرحهای مزار و تاسرانده میگیریم که بیترینش باشه اون رو باز ما میسازیم خموز کردیم این تخلاق شد براورد کردن پولیش میشد 8 میلیون افغانی 80 لک افغانی مصرف مزار میشد با ترتیبی که رفت باز رفت پیش استاد سلطان علی کشمه گفتیم همه کارا رو کردیم این کار مانده بگم زایم شما صدرزم ست نمیشیم همین کار ما کردیم استاد تراهن در 100 سال پیدا کردیم و تا 100 سال دیگه هم باز ما استاد سرانگ نخواد داشتیم دیستت و سویه به این سطح سویه که مثلا القاب شیر موسیقی که بابای موسیقی که سرتاج موسیقی که از میکنم در رنگ رنگ القاب سراحان به هندوستان داده پیوسته بهش بیتر همین مان که اکبر بهش بکن و هر ما داریم فقط یک لقب استادی هم داد دولت افغانستان بهش بس خلاص چیر مداره های تلا دادن بهش هر سال به کنفرانس های موسیقی دوتش بکنن به هر حال این یک پیشنهاد گفتم این تیاتر ما ساختیم تو کار کردیم یکقدر پول خواهد داد یکقدر پول ما با شما جرأت نمی‌کنیم بگیم که چقدر پول پیشنهادم زیر بغل ما بود گفت خب بگو چقدر شده پولش گفتم پولش 8 میلیون افغانی شده صدر اعظم سه قلم برداشت نوشته کرد وزارت مالیه 4 میلیون افغانی نیمه پول پیشنهادی ریاست موسیقی افغانستان رادیو افغانستان برایشان نقدن بپردازین به خاطر ساختن مزار استاد سرنگ 4 میلیون افغانی که تمام شد بقیهش 4 میلیون افغانی بقیه رو باید بپردازیم 8 میلیون یکدم نپردازیم او که قاطع و ما پول گرفتیم و رفت و ساختمان شروع شد پول که خلاص شد صدر اعظم تغییر کرد دمو حالت بجی بجی و گریختن و فرار و فرار شروع شد در افغانستان هر کس دوست داشت نفان کرد کرد گریخت از افغانستان اتحادی ما هم سکوت کرد همه گریختن ما هم گریختم پول نفهمیدیم که بود پول کی خود کجا رفت چه کار شد قبل سراهنگر هم با جایی ها آمدن زدن یکی از سراهنگر یکی از رمزگاهی رو پراندن به راکت زدن تکه تکه کدن همون چیز یک سنگ مزار رو ساخته بودیم ما در مرحل یوان در اون سر سنگ هم نوشته بودیم که من جان خراباتم جانان خراباتم تشکر سه تشکر جناب جبادخیل صاحب عزیز و گرامی اینه ببینین دکتر سیم خود سلمی من هم امروز باز هم برای بیننده عزیز خود عرض میکنم اول خود تشکر میکنم از جناب پوپل صاحب کابلزاد عزیز برنامه ما اینه تقریبا نیم ساعت اضافه رفت و اونا لطف کردن برنامه را اسپانسر شدن و انشالله که کمک میکنن تلویزیون بهار از این کمکشان بازم ابراز سپاس میکنم دوستای عزیز هر خشت اگه بالا کنید از زیر هر خشت هزارها سوال در مورد فرهنگ افغانستان میبره هر کدامش اگر بالا کنید چون این روز روز 100 سالگی سال روز تولد استاد بزرگ است با اون سبب برای بیننده های عزیز خود باز عرض میکنم که 100 سال گذشته از به دنیا آمدن استاد سراهنگ 100 سال دیگه که بگذره
اینمه تو رسانه ها ما نیستیم و اینمه تو رسانه ها اینمه تو از سراهنگ یاد میکنن به نام سراهنگ افتخار میکنن به نام خانوادهش به نام دلبندش به نام پسر نازنین و مهربانش و بالاخره همیشه همیشه یاد میشن. استاد سراهنگ بزرگ در سال 1361 جان به جانان سپرد به سن 59 سالگی. وقتی به شفاخانه اول در این بود این درس کردم که برش گفتن اصلا دیگه باید نخونه گپ باید نزنه و استاد عشق و شوره که داشت امو جهان کنسرت داد آخرین کنسرتش با دستاوردهای بلند بلند و با افغانستان کامد به شفاخانه صدری یا ابن سینا. بگوین اول شفاخانه را به نام شفاخانه گندنا میگفتن نام شفاخانه گندنا بود بعدن با شفاخانه ابن سینا شد بعدن شفاخانه صدری یعنی یگانه شفاخانه قلب که در یک لحظه که با خیلی سر یک لحظه یعنی عرایز ما تمام شد بعدن باز استاد 9 صبح بود با ماه جوزا همونطوره که احمد ظاهر با ماه جوزا تولد شد و ماه جوزا از جهان چشم پوشید. استاد بزرگ هم در ماه جوزا و 16 جوزا جان به جانان سپرد و قرار وصیت خودش جنازش برآمد باد از تکفین و تجهیز. باز جنازه را نظر به توصیه خود استاد سراهنگ که می گفت که اول یک بار مرا در کوچه خرابات بگردانیم. همین تصویر کوچه خرابات است که سراهنگ بزرگ کوه موسیقی را از کوچه های خرابات گذشتان و بازم و حرف که گوشه اصلی ما گوشه خرابات است خداش اجر دهد هر که این امارت کرد. نمیدانم که خرابات را چه بنیاد است که اهل خانه خراب است خانه آباد. بعدن با توصیه خودش با مکرونیان با خانه خودشان جنازه انتقال شد بعدن با مسجد پل خشکی ادای نماز شد و خیلی سیل اواخه های سراهنگ همه و همه فقط با فریاد که کوه موسیقی بابای موسیقی ما را رها کرد. همیشه همیشه جنت بر این جایش و بر خانواده محترمش با اواخه های سراهنگ با همه یارای سراهنگ و مخصوصا بر پسر بزرگوارشان الطاف بزرگ استاد الطاف حسین. بازم میگیم که سعدی و مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نیکویی نبرد. از توجه تان استاد یک دو موجود اگرم اگه جایستان باشه امیر عزمی کنم دکتر صد از شرکت همتان تشکر از میربانی هایتان تشکر از الطاف جان تشکر آل آقای دکتر غوث زلمه اتمن صحبتی هم دارن و هر دویشان برنامه رو خودشون ختم میکنن من فقط دست زیر علاشه میشنم بفرمان. امیر آخرین روزایی بود که استاد به اصلا فوت میکدن ما روز خبر شده میگرفتیم یک دو روز نشد مشکلی بود در خانه کسی مریض بود رفتم دیدیم استاد بسیار ناراحت هستن. استاد چرت نزنین خدا مهربان است انشالله که بخیر با ساعت کامل میبرین پس همو بزماره میگیریم میشنویم همو دوستا جمع میشیم به بسیار به استران نومهی طرفم سعی کرد گفت نایب سالار گداز درد توفان کرد گداز درد توفان کرد دست از ما بشوی بیدل نبرد نبرد این سیل اگر امروز فردا برد ما رو فردا برد ما رو. وقتی که استاد جان به جانان تسلیم کردن در مشت چپشان در کاغذ هست همی شیل همی مشت بود یادتانه دیگه یاد سه ما قبل از این ما برای که استاد از تو دکتر صاحب از تو ما امو که میگن امو فردا را که دیده ام یک چیز است که یک لحظه بازش هم اعتبار نیست که آدم باز ما هستم که شما صحبت میکنم یا نیست
هم یک چیزا مقدمه دل میمونه بعض وقتا بعضی گپ است باید گفته شود شاید بگم مصاحبه هستم یا نیستم یک موضوع دیگه هم بسیار مهم بود که این ساختن مزار امام استاد شما گفتند عالم گفتن که آقا استاد مددی صاحب فرمودن که یعنی 8 میلیون افغانی تخصیص داده شد خوی 8 میلیون خودش گفت که ترت و فرد شد و مصرف فنا شد من خبر نداریم کی گرفت کی نگرفت را بود بوم در جمله رقم موزیم شد چور شد دیگه یک موضوع دیگه که امیریا از دوستای استاد یک کسی بود که نعمت جان شما میشناسینش و جناب استادا میشناسیشون به نام نعمت جان خازک مدیر ترافیک شهری کابل بود نواسه نایب سالار زلمی خان بله خازک زلمی بله نایب سالار زلمی اونایی که بسیار دوست استاد و رفیق استاد و بچه گفتی قرآنی استاد همیشه با استاد اینا بودن اما شما میتونید در موردشان چیز اگه میخواین بگوین بگوین از نعمت جان شاهزاده بچه بود خدا نگاهش کنه هر جایی که هستن خب بخیر دیگه ما از دزگاه خواهش میکنم یک عکس نعمت جان رو روان کردیم بله. از با یونیفرم است اگر زحمت بله. نشه اونم عکس نشان بدن با یک بله. چیزی دیگه استاد بسیار ضرور است نعمت جان چه کردن انتظار کشیدن که روز کسی میاد جور میکنه و بسیار خبره شد و یک قسم سیل آمد مزار خراب کرده بود خاکی مزار بود نعمت جان به نزدیک مدیر ترافیک بود او را گرفت به حساب یک خوازگک ساختن و در پیش نوشته عدیم مدیریت ترافیک شهری کابل بله این بله. بار اول نعمت جان می کار کرد بله کاملا مدیون شستم و او به علاقه که داشتی کار کرد این حالا چی می رسه به او که باز اگری 8 میلیون مصرف می شد دیگه تا مرجو می شد من فقط می خواستم از نعمت جان خوازک که ما یاد کردم بله. دلیل یک شما می جاست که اگر دوستان بله. برش می دن که نعمت خوازک کی هست از دوستان بله. من فقط امیره می خواستم عرض بکنم که نعمت جان از مرا سنفیم بود در لیسه نادریه ما از لیسه نادریه الطاف جان یک جایی لیسه نادریه فارغ شدیم ما رفتیم برای اینا رفتن به بخش پلیس و مدیر ترافیک کابل بود ولی همیشه در موتر از اینکه می شیشتیم حتی برای گزمه چهر که می رفت کست تیپی استاد با این شکل باز بریال جان که مدیر ترافیک کابل شد او این گپه برای قبر احمد زاهر این می گپه بریال این کار کرد و واقعا نعمت خوزک بسیار از اواخه های استاد بزرگ بود و بسیار مرد بچه بود و خدا شما را خیر بده که چقدر دیر وقت بعد قدردانی باید شد از اینا دکتر سیب قدردانی شما و عشقی سیب بسیار تشکر دکتر سوغال زلمی خدا من میخواستم از الطاف جان در آخرین قسمت های گپای خود گپا بسیار زیاد است اگر رقم بشینیم آقای کابلزاد دست و دیگر هم حمایه خود کردن تشکر اما چون مای سرطان است و بیشش سرطان هم کودتای خدا بیامرز داود خان شهید است دمی تاریخ با وکلان الطاف جان هم فاوت کردن بله 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 بانی موسیقی افغانستان پدر استاد سراهنگ استاد موسیقی افغانستان استاد غلام حسین خان بله افتخاره سال وفات چون از تاریخ 26 بله سال وفات چون در تاریخ 26 سرطان است بله 26 سرطان که اینه نمید دو سی روز باد میده اگر کدام گفت برنامه سرش باز گفت بزنیم بخیر برای سر استاد غلام حسین خان انشالله چون پروگرام رو به اختتام است اگر کدام گپی که میخواستین بگوین و مطرح نشد از طرف ما میتونین الطاف جان بگوین که باز خداحافظی کنیم شما الفاظ زیاد است اما چیزایی که گفته شد فوق العاده و فوق العاده چیزایی که گفته شد انشالله که بینندای ما شما دوستای ما شما و علاقمندای استاد بزرگوار از شما از ما از جناب اشکریس انشالله که من امیدوار هستم که مستفید شده باشن خوش شده باشن و روحانت استاد ما شما با همه بزرگا و شهدای افغانستان و مردم افغانستان خداوند سرفراز داشته باشه مردم افغانستان خدا از عذاب خلاص کنه مشکلات ما حل شوه ما مردم زندگی خود بتانیم که باز بخیر پیش ببرید بسیار تشکر استاد گل با وجودی که مشروفیت داشتین و ما از امید جان نیزدم تشکر که شما را مکل ما را کمک کردن قسمت تکنیک باشه باشه و تواب جان که از عزیزای مثلا وام بساد موسیقی ماشاءالله زیاد چی دارن تشریف دارن
دیگه اونم همینجا من تشکر میکنم که اولین کسی که خود رسان امید صاحب و تواب جان است. ما از غالب جان اشکریز که اونجا میگیریم که کارهای موسیقیش ترجیح بزنیم. غالب جان اشکریز اونجا مصروف هستن و آفرین خودم به تک تنها هستم. به هر صورت بسیار تشکر از همتون، از بینندگان عزیز که لطف کردن ما را تا به حال شنیدن. برای استاد بزرگوار الطاف جان طول عمر می خواهیم با سعادت همیش در می تورن توی کانادا تشریف دارین، باشین با صحت، باشین با سلامت، باشین و دوستا دورتان جمع باشه، دورتان غنبر بزنیم ما و شما بشنویم و شما خدا یک لحظه خوابتان دیر نکنه. تشکر از استاد گرامی آقای اشکریز که همیشه مفکر بسیار کارا هستن، از جمله کارهای فرهنگی که من شخصا نوکرشان در این قسمت خدمتگارشان، همیشه محبت داشتن و دارن، همیشه مشوق ما بودن، مرا راهنمایی کردن و وقتی که اینا بودن ما نبودیم، از اینا آموختیم تا به امروز. اگر قوس ظلمه هم شدیم به خاطر اینا را و امثال اینا را دیده و از همه چیز مهمتری که آدم باید متواضع باشه. تواضع را باید از این بزرگا، از شما باید یاد بگیریم. کبریا خداست و بس. ما بنده های بسیار ناتوان عاجز هستیم. با حشمت اندک دنیا چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرشوی آخر نصیب مور میگردی. چرا باید غرور؟ چی لازم بر صورت؟ تشکر از همتان. من خودم خداحافظی میکنم با کل شما. بفرمایید دیگه سر رشته کلام با آقای اشکریز و الطاف جان. دوستای بسیار عزیز، من فکر میکنم که آران چه دکتر فرقاب زلمه گفتن گپ ما و گپ استاد الطاف عزیز است. دوستای عزیز، می بالیم امروز، جدی خودم افتخار میکنم، افتخار میکنم که چراغ خانه های ما شما روشن شد در 100 سالگی روز تولد استاد بزرگ کوی موسیقی. امین سال حساب میکردم، امین شمار میکردم، میگفتم خدای اگه زنده باشم که استاد 100 سالگیش تولدش باشه و اون روز بتانم اقلا یک برابر و ارزن خدمت کرده باشم و امروز ان شاء الله 120 سالگی شون هم شما و ما به خیر جشن بگیریم. ان شاء الله خدا مهربان است، خدا مهربان است. بیننده بسیار عزیز، این برنامه از جانب استدیوی مرکزی ما تلویزیون بهار از لس آنجلس، شاید تکرارش ساعت 10 شب با وقت ویرجینیا و تکرارش شاید فردا و پس فردا آقای جابر خیلی را، یعنی 3 بار تکرار بکنن، برای از اینکه 100 سالگی 100 سالگی است. از آقای جابر خیلی بسیار بسیار ممنون هستم. امیدوار هستم که بعد از که ما خداحافظی میکنیم یگان تصاویر و یگان آهنگا را از جناب استاد اگر بگذارن بسیار خوش میشم. بینندگان عزیز، تا چهارشنبه آینده شما را به خداوند میسپارم. اگر میهمان عزیز ما از ناروی خانم میترای آسی، شاعر، مؤلف کتاب ها و همچنان آهنگساز و آوازخوان خوب که میاین به شهر ویرجینیا، اگر به خیر آمدن فرصت بود انشالله چهارشنبه آینده عاجل میریم. هر هنرمندی که در ویرجینیا پایش برسه و یا در ساحات تلویزیون مرکزی بهار برسه، ما به خدمتشان هستیم، ما میریم طرفشان، اونا رو پیدا میکنیم، این حقشان ادا میکنیم. دیگر یکی به دیگر ندارم. اگر اجازه باشم یک تلفن بیان که خداحافظی هم بگیریم. با شما خداحافظی میکنیم ولی بشنوید. بله بفرمایید. بله جناب اشرف بفرمایید. خدمت شما و خدمت دکتر صاحب زلمه و خدمت محترم الطاف حسین و هم سلام و احترامات تقدیم میکنم. شما لطف کردین، شما مهربانی کردین. من به اجازه شما یک خاطره از استاد دیگه زندیات سراهنگ صاحب که برای شما بگویم مختصر. من زمان در یک جای وظیفه داشتم، در جایی که بود خون قطعه نظامی بود، من صاحب منصب بودم. اون نفری که در نظام قراول بود، او گفت که استاد سراهنگ گفت یک دفعه آمده تو در کار داره. من گفتم او که گفت استاد سراهنگ. گفتم فورا چی کنش خودت کتیبه که داره غلط نکنه که تا شعبه من برسه. استاد تشریف آوردن در شعبه من. اونجا اون وقت یک مظاهره شده بود که اکیداد از کرام مظاهره میکدن، امی فریجان خوازادهشان
که در اونجا بودن، ای هم میخواست که اجازه گرفته بود، میخواست بره در خانه بره کتیبیشی عسکری. بله بله. و اینا که رفته بودن، امو نفرهایی که مظاهره میکردن، البته به تحریک یک تعداد کسایی بودن که میخواستن گدوگی را پرتن، خب نفرها آمده بودن، امی کسایی که با دیویشی در امو سرکا میگشتن، امی فریجان هم گرفته بودن، برده بودن. بله بله. و استاد من گفت این فریجان چی شده که بندی شده؟ بله. خب من گفتم در کجا هست؟ امو جایش برای من گفت که در کجا هست؟ تلفن کردم در اونجا برای از آدم، گفتم که اینه ای تا گفت خوب، گفتم گفتی این خوازادی، گفتم از من اجازه گرفته بود، گفتی خوازادی استاد سراهنگ است، من گفتم بله. باز گفت خوب چی کنم روانش کنم در این قطع بیایه، استاد پرسان کردم، گفتم میگه که در اینجا بیایه، گفت نه در خانه روانش کن که پیش والده خود بره. باز اون آدم امی که بسیار آدم با صلاحیت بود، امی مردی را کرد و فریجان در خانه روان کرد و بر استاد اطمینان دادم که رفتم. و باز از من استاد پرسان کردم، گفتم استاد محترم دیگر و امو احترامی که لازم بود من برش کردم، گفتم چطور تشریف آوردن، در چی آمدین؟ گفت در تاکسی آمدیم. بله. باز امو یه خوب در امو وقت نمو تشکیل، من یک موتر هم داشتم، باز امو دریوره گفتم، گفت استاد تا بچی را برسان. و من اولین دفعه بود که استاد سراهنگ همراهش مسافر کردم و دست دادم و بسیار خوش بودم برای یک ماه که من استاد سراهنگ تانستم که یک خدمت برشان انجام بود. اولا فریجان تشریف دارن و این گفت البته به خاطرشان هست و بینمی بود یک خاطره که من از استاد سراهنگ داشتم. بسیار تشکر. من این شخص از نزدیک ندیده بودم، میشه البته از کنسرت هایشان رفته بودم، ولی از نزدیک که کتشان دست بتون مونم اونجا بود و من بسیار خوش هستم که استادم هم یک علی اقل یک خدمت را تانستیم برشان بکنم. بسیار تشکر. مخاطره که من از استاد داشتم. بسیار تشکر. تشکر از شما. لطف کردین. خوب شد که اینه به صد سالگی روز تولد استاد می خاطره تانم تازه شد. بله. بسیار تشکر. بسیار تشکر. تشکر. بسیار تشکر. بسیار تشکر. دوستان بسیار عزیز، دکتر سقاف زلمه خدافزی کنیم با بینندای خود. بینندای عزیز، گرامی، ارجمند و مهربان، تا تقدیم نمودن برنامه ما با استاد اشکریز که در 26 جولای آخر ما میشه و صحبت از با آقای ناصرجان آریان، تا وقت من خداحافظی میکنم. هفته آینده بازم برنامه استاد اشکریز روز چهارشنبه است، با همه شما با استاد الطاف حسین بزرگم خداحافظی میکنم. همه ما شما در پناه خدا باشیم. خدای بزرگ پشت پناه ما شما در هر جایی که هستیم، خدا ما شما را در یک میدان نشرمانه و حامی ما باشه. آمین یا رب العالمین. خداحافظ بیننده‌های عزیز. ندارم اختیار گریه امشب، به در میگویم ای دیوار بشنو. برنامه ساعت با استاد امان اشکریز، با امید دیدارتان جمع ما جمع باشه و دلکای ما بیغم.